شیشه ها را بارون و برد می شد. من مش می نوشتم فرمانه زرد می شد. تنها نوشته بودی حال تو خوب خوب است. آنو شیشه ها را باران و برد می شد. من مش می نوشتم فرمانه زرد می شد. در آن نوشته بودی حال تو خوب خوب است. خوش اومدی داداش. به به اینجا رو ببین چه یعنی شدی واسه خودت. دیگه چه آزاد شدی؟ خیلی نیست دیگه لازمی خودش کامل لبخونی میکنه. نه بابا باریک اگه میتونی اینو لبخونی کن. میگم محمد اگه ای تالای کل شبیه عصب شده میگه شبیه رخش رستمه. داش محمد این خود رستم میبینه. اینا رو بگیر بین بچه ها تخص کن بگو هرکی خواست دوتا برداره خواهیتن بزن روی چهت شد این توی جیم هم ممنونه. نه دای سهراب کار داره بعدم میاد آخندون کجاست؟ ببینیم دارم میام پیشش. بین بچه ها تخص کن خواهیتن نخور اینه میشین. حالا مجبوره اینقدر پرش کنی؟ خواهی کمکت کنم؟ من میتونم داداش. بابا زارت دوست نشه. میان داداش خونه دیدی؟ بچه خدایی؟ خیلی جواب صفایه واقعا دمتون گرم. میگم ببین زندون خوش گذشت؟ آره داداش شاد خالی بود. اتفاق اونجا یکی بود عین خودت. خدایی؟ آره اصلی بود واسه خودش. اینقدر خورد 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 تا تنامه داره بالو نکشیدش. عفش کردم. اونجایی که من میدونم اولین کاری که بعد آزادی میکنن اینه که میرن دیدن پدرشون. چطوری بچه؟ مکردم آخن به خدا داغون بودم. نگاه کن چیکار کرده با خودش. یه پر گوش به تنت نمونده. شما نگهنم و شما خندان. خودم یه ماه میسازمش. آره؟ نمیخواد. تو اول کاری که قبول کردی تموم کن برو. باری کردم. بده من. بله من تو اپسش برده چکار میخوای بکنی؟ تو تازه از راه رسیدی پسر. شاه خندان خودم ردیفش میکنم. محمد برو ما شاد برو الان تو شهرم خوش میشیم آه خندان بعد اون بی جایی که نشون کرده بودی اجاره کردی. آره میگم اگه شهری هم هست خدا شهری رو نصیب آدم بکنه که خیرش توش باشه. گیر شدیم تا یارو قبول کرد اینجا رو اصلا بهمون بده بعدم قبول کنه به هزینه خودم قابل سکونتش کنیم. حالا اینکه بعدم ناغافل بخوان اینجا رو بکوبن برجش کنن دیگه با خداست. خب اینجوری که زحمتش پای شما تو رحمتش پای مون. نه وقتی طرف قبول کرد اجاره نگیره از ما گفتون خب خرج خونهش میکنیم. خدا یه نظر لطفی به ما کرده ما به خونه این بند خدا میکنیم. بعد این یه عمره بالاخره یه خبر خوب شنفت. مبارک مبارک هممون باشه. تو این مدت که گرفتار این خونه و مناسک آماده سازیش بودیم حتی فرصت نکردم بیام استقبال تو. تو خودت بهتر میدونی من هیچ وقت دل مشغولی که باعث بشه از شما غافل بشم و دوست نداشتم. اصلا طرفش نمیرفتم. توی این مدت بابت تک تک روزایی که تو بند بودی من خودم رو سرزنش میکردم. به خودم میگفتم کجای کار اشتباه کردم که یه همچین اتفاقی برای تو افتاد. تو خود اینجوری نه خندم. شما بهترین پدر روی کل کره زمین رو کلش. لطفا خریت منو پای کمکاری خودتون نذارید. بیا شیرینی از غیب رسید کاممون تخت ترازی نشه. دست درد نکن. راستی اون قلت کجاست؟ سیاوشو دیدم یاد سهراب افتادم. یه کاری دارم باید باش صحبت کنم. من پدرت بختیش اتفاقی که نیفتده. نه من نگاه کن چشت با منه قلب جای دیگه هست. بگو ببینیم چی شده. یعنی ما اینقدر غریبه شدیم که تازه میسی یه دقیقه بیای تو. باور کنی خیلی کار دارم آماده بودم فقط همینا رو بدم برم. منصور تو راهه با هزار بدبختی بریتش رو جا به جا کرد که خودش رو برسونه.
وقتی فهمید گفتم خونه رو خالی کردی زبونش بند اومده بود. نباید بهش میگفتم. تو چت شده سهراب؟ چیزی رو داری پنهون میکنی؟ منصور کاری کرده؟ نه چیزی نیست که بخوام بابتش نگران باشم. فقط میخوام از این بابت مستقل باشم. خب چرا این شکلی؟ چرا قایمکی؟ اون از مهمونی که بدون اینکه خبر بدی و کنسل کردی، حتی عذرخواهی هم نکردی. اون از رفتار دیروزت، اینم از الان کلید و ماشین. بابت دوره همی حق با شماست. فرصت نشد عذرخواهی کنم. دیروزم فقط نمیخواستم زحمت بیفتین. خونه و ماشین دیگه بهشون احتیاجی ندارم. آخه این شد حرف؟ شما خیلی به گردن من حق داریم. به کاری که این طعم خانواده داشتن رو بچشم. اما فکر میکنم با وجود بلایی که سر مادرم اومده روحش راضی نباشه که من اینجا با پول بابام خوشگذر میکنم. آه پس یه موضوع جدیده که بعد از این همه وقت فهمیدی مادرت ناراضیه. بیشتر تصمیم شخصی. ببین سهراب جان، همه اینا حقته، خودت هم خوب میدونی، حتی بیشتر از اینا. پس اگه اجازه بدین من از حقم میگذرم. خب سب کن منصور برسه به خودش بگو. برم بهتر. بای جزه. شاید باورت نشه ولی بیشتر از 10 بار رفتم سراغش، باش حرف زدم، زبونم مو در آورد، از بسش گفتم، گفتم نکن نکن، با زندگی خودت، با زندگی هاشم، با آیندتون بازی نکن. حالا اون بچگی کرده، زیاد خواهی کرده، هرچی تو بزرگی کن، جوونه، فرصت بهش بده، ولی به خرجش نرفت که نرفت. خب منم نمیتونستم زورش کنم که، میتونستم؟ یادم یه بار بهم گفت شاید یه روز مجبورشی بدون سهراب زندگی کنی، میتونی ادامه بدی؟ یا نه فکر کردی زندگی یه دکمه داره میتونی بزنی همه چی رو برگردونی اینه قبلش کنی؟ الان از ته دلم آرزو میکردم که یک کاش واقعا اون دکمه رو داشتم، میزدم همه چی اینه قبلش میکردم. این مرور خاطرات فقط جای خالیشو تو دل آدم گودتر میکنه، جوری که نتونی با هیچ چیزی و هیچ کسی پرش کنی. اصلا میدونی میگن زندگی جنگ دائم و تمام نشدنی با همین خاطرات، یه خاطره جدید میاد جای اون رو میگیره، بعد یکی دیگه مشتر. آخ نه، من نمیخوام خاطرات نغمه رو فراموش کنم. من زندگی بدون نغمه رو بلد نیستم. من حتی حق ندارم خوابشو دیگه ببینم. میفهم حالتو، میفهمم. جایی بعضی از زخم‌ها تا آخر عمر آدم خوب نمیشه، میمونه. تو که بودم اینقدر هر شب اسم نغمه رو تو خواب صدا میکردم که شده بودم مسخره همه. بعد که بالاخره فهمیدم طلاقشو گرفته، وحشت زده شدم، شوی کردم کلی بازی زر بردم، همه فهمیدن داستان چیه، شروع کردم پای سرش حرف زدن. عشق تو زرد از آب در آمد که هر یه روز دیگه من طاقتم به سر رسید، رفتم خوب بودم تو گوش گندشون، اونم نامردی نکه با یه لشته آدم با تیزی افتادم به جونم. این که جای خودش زخمش باید به اونه درد داره. من فکر میکنم باید بگیم محمد بیا تو از اساس و ریشه بکوبه، دوباره یه هاشم دیگه از تو در بیاد، بگی ببینم گره زدی یا نه، صاف شو با دو سه تاش مونده که گره بزن، گره بزن. برو کسی نیست بیاد کمک؟
خبرته؟ به زور قرص و دمنوش خوابیده. چیکار کردی؟ نمیدونم یه ها دستم افتاد ترکید. بذار برم یه چیزی بیارم. چی شد بالاخره باش حرف زدی؟ چی گفت؟ چی بگه؟ بیخبره. بیخبره؟ یعنی چی مگه میشه؟ هیچ سردر نمیارم. دیروز که سهراب زنگ زد به من شماره تلفن کامیونو بگیره، خب اولش فکر کردم با آرزو بحث شده، بعد که دید من نگران شدم گفتش که نه چیزی نیست، فقط میخوام خونه با اونو تحویل بدم. بعد اصلا یه جوری حرف زد که من نفهمم چی به چیه. بعد که پیش خودم فکر کردم لابد یه اتفاق بین سهراب و باباش افتاده که میخواد خونه رو تحویل بده. با آرزو که حرف زدم، آرزو گفت اصلا باباش در جریان نیست. بسو ببینم، این مگه نگفته بود بابام خونه رو داده به خودم؟ آره. چی تو کله این پسر میگذره؟ حتی به زنش هم نمیگه داستان از چه قراره، از چی دلخوره، مشکلش چیه. آرزوم گفت همش سر یه دفترچه است، مثل اینکه سهراب یه چیزایی در مورد مادرش خونده بود. خانم دفترچه چیه؟ فیلم هندیه مگه؟ بعدش هم که همه شد مثل اینکه و شاید و اما و اگر. تفلکی آرزو بچه هم، اونم مثل ما از همه چی بی خبر. کلا از کار این پسر سردر نمیارم. دخترم سپردم دست که بایستا ببینم، تو مثل اینکه یادت رفته سهراب تو بدترین شرایط پای آرزو بایستاد. حالا قصه چرخیده، ما نباید پاش بایستیم؟ خیلی خوب خانم، اصلا بفهمیم داستان از چه قراره. پاش بای میسیم، کمکش میکنیم، همه کار میکنیم. سعی اینا رو ول کن، بگو ببینم چقدر برنج خریدی تو. چون اون دفعه که درست کرده بودی آرزو از طعم و بوش خوشش اومده بود، دوتا برانو گرفتم. با این حساب باید تو هم باری. بذار من جمع کنم. برنش شما جمع کن، بقیهش رو باید جارو بکشیم. تو چی کار میکردی؟ همین کارم. چیزی رو میگم، قایم میکردم. بقیه هم همین کار رو میکردن؟ بالاخره هرکی واسه قایم کردن یه چیزی داشت، یکی تیزی، یکی مواد، یکی هم عکس ناموس. کیا این بلا رو سرت آوردن؟ زندگیت رو دو تا چیز قفله میزنی، یکی منه بدبخ، یکی گذشتت. گذشته رو که نمیتونم تغییر بدم، ولی تو یکی رو خوب بلدم آدم کنم. خوبم میدونی تا جوابمو نگیرم ولکن نیستم. به یه شرط. گروگشی میکنی؟ یه جورایی. چه شرطی؟ با قول بدی مگسی نشی. الانم بد مگسی هم. بلش مپنه بگم. بگو گفتم. نمیخواد. بگو بهت میگم. حالا بگو. روزی که داشتیم اسباب کشی میکنیم به خونه بابات، خب؟ گفتی حق نداریم، چی برداریم؟ خب؟ ماما همین کاری کرد. برای چی شد تو اینجوری کردی؟ تو شما اینجوری نکردم. این برون برو نگاه کردی؟ نکردم. وقتی دروغ میگی این کارو میکنی هاش؟ نه نمیگه. تو چشمای من نگاه کن، راستشو بگو. Thank you.
اون چیه؟ چی چیه؟ همونی که دستته. خاک بر سرت کنند، چقدر ضعیف و نفسی تو. قول دادی من گسی نشی. به خاطر پیس وا دادی؟ قول دادی من گسی نشی. من نمیدونم اون پیس چی داره که اینجوری هلاکشی. به خاطرش رفیق تو فروختی؟ بابا همون فری یادت میاد، همون چش قشنگه موج و گندمیه. بچه پولداره بند. همون که تو زندان واسط گفته بودم. ببین واسه اون یه دونه زیرزیرکی پیس آورده بودن. همه رو میتیرید. پولدار شده بود. بعد ما اون که پول بول نداشتیم میخوایم باش بزنیم. هر موقع کافی چیزی میذاشتم میام یک دو دست میرسید. ولی سورا تو همون یکی دو دست یه اسبی شده بودم. همه رو درو میکردم. بعد توی شب برونی باش تنها شدم. چش تو چش. فهمیدم یه دل نه صد دل عاشقش شدم. حالا اینا رو بذار کنار. اینو برات بگم. واه واه واه. آقا خندان یه عشق سیکرت داره. چی؟ یه راز عاشقانه. البته تلخ و ناگوار. تو ها کجا میدونی؟ دیگه دعاشت به محله استادی رسیده. رنگ رخسار رو میبینه سر زمین رو میذاره کف دستت. اصلا بهش نمیاد. البته همه از این رازهای تخت تو زندگیشون دارن. بله که همه دارن. مگه من خودم کم بدبختی کشیدم تو این سن؟ ننه بابا مردن، زندان رفتم، عشقم ولم کرده. فقط یه سرطان نگرفتم که منم به لطف جناب عالی تجربهش کردیم. دست شما درد نکن آقا هاشم. جون هاشم یه عالی بهم بده. موقعی که سرم گذاشتم رو بالش خوابیدم به هیچ عنوان، به هیچ عنوان این پیس رو برنگردونی پیش بابات. اه بس کن هاشم، شورشو در آوردی. هی پی اس پی اس بلنشو یه املت برامون درست کن، گشنگی مردی. قول بده برو املتو درست کن، بعدم بر میگردی جریان دستتو این آدم برام تعریف میکنی، وگرنه عشقتو با دوتا دستش میبرم پس میدم. برو برو وای نستا نبینم بهت. یالا بچه دو روز جواب منو نمیدید. حالا آب بخور یکم آروم بشی. چند شب پیش تو مهمونی گفتیم خندیدیم همه چی به خیر و خوشی تموم شده، بعدش من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، یا گوشیش خاموشه یا جواب منو نمیده. من بهت گفتم ماموریت نرو صبر کن، اینا بیان ازشون بپرسیم چرا مهمونی رو کنسل کردن. تو گفتی لابد با آرزو دعوا شده، بحثشون شده از این حرفا. چیزی به تو گفته از من پنهون میکنی؟ نه به جون مینو، گفت روی مادرم در عذاب و میخوام رو پای خودم باشم و همین. تو فکر کردی اومده با من درد و دل کنه؟ نه خیر، خواسته با تو رو درون نشه که دارو داد به من. اصلا برام جالبه اینا اسباب چشی کردن، این همه وسیله بردن، تو اصلا متوجه نشدی؟ هیچی ندیدی؟ میگم ما بیرون بودیم، ما خونه نبودیم که آرزوی پیام به مینو داد، ما بلند شد اومدیم خونه. بگیر سهرابو. جواب نمیده. کی گرفتیش؟ همون موقعی که به مامان کلیدا رو تحویل داد، گفتم بذار یه زنگ بزنم ببینم چرا از خر شیطون پایین نمیاد. چی گفت بهت؟ گفتم که جواب نمیده. امروز رو نمیگم، میگم کلن چی گفت بهت؟ سهراب که چیز خاصی نگفت. آرزو همون موقع پیام داد، گفت بلند شو بیا با سهراب حرف بزن. گفتم خونه نیستم، برسم میام. چیزی شده؟ گفت نه همین الان بلند شو بیا. دیگه با مامان سری رفتیم اونجا، دیدیم مثلا کل وسایل رو جمع کردن، شوکه شده بودیم. سهراب که درست حسابی حرف نمیزد، آرزو هم مثلا جرئت نمیکرد چیزی بگه. دیگه همون موقع مامان به شما زنگ زد که شما هم جوابشو ندادین. دیگه انقدر به سهراب التماس کردیم و ازش خواهش کردیم، گفت بعد از اسباب کشی میگم که یه چیزایی به مامان گفته. منم میخواستم بیام بهش زنگ زدم ببینم واسه خونه چیزی نمیخوان که کسی جواب نده. چی گفت به تو؟ گفتم دیگه، گفت نمیخوام زیر دین کسی باشم. فکر کنم منظورش با شما بود. من؟ چه دینی؟ من بهش گفتم وایسا منصور برگرده، بعد هر جا خواستی برو. اصلا مامان از قصد گذاشته بود زمانی که بابا نیست این کارو بکنه که بابا نتونه جلوشو بگیره. پس کنسل شدن اون مهمونی چی؟ حتما همه چی از اون شب شروع شده دیگه.
چرا یه حرف خودتونو میزنید؟ چرا یه چیزی میگید هی من بریزم به هم؟ میگم ما حرف نگفته با هم دیگه نداریم، سنگامون رو با هم دیگه واکندیم. لابد یه کسی، ای بابا بذار من حرفمو بزنم. میگم لابد یه کسی یه چیزی بهش گفته. خب حالا آروم باش، دو تای با هم دیگه حلش میکنیم دیگه. کیو حلش میکنیم؟ من نمیفهم اصلا چی بهش گفتید نمیخواد با من روبرو بشه. منصور بابا جون قربونتون برم، شما که سهرابو میشناسین، لجباز و یه دنده است. چند وقتی که خودش میاد ازتون معذرت خواهی میکنه. اصلا بس عذرخواهی نیست که، دارم میگم ما با هم حرف نگفته نداشتیم، بهش هم نگفتیم شام بیا خونه ما بگه نمیام، که تمام وسایلشو برداشته برده تو یه شب بدونه که من چیزی بگه. به قول خودت داری میگی یه شبه، لابد یه چیزی در مورد گذشته بوده که اینقدر سنگ محلقا رو به سینه میزنه. مینا چرا منو داری عصبی میکنی؟ چه ربطی به گذشته داره؟ میگم ما همه حرفامونو با هم دیگه زدیم. چی بهش گفتید؟ خودت برو بگرد، پیداش کن، باش حرف بزن. انقدر ما رو سینجین نکن. یه جوری حرف بزنی انگار ما اومدیم بین پدر و پسر رو به هم بزنیم. ما هم مثل تو ناراحتیم، نگرانیم، دلخوریم. شمایی؟ برو به سهراب بگو یه دمه در. سهراب نیستش. آرزو گفت شب اینجا میخوابه. به منم همینه گفت، ولی خب زنگ زد نیم ساعت پیش گفت من نمیام، منتظر من نباش. یه ساعت موبایلش خاموشه. خاموش شده شارژش. چیزی هست که نمیخوای بگی؟ انت در جریان این بچه بازیه سهراب نیستی. چرا؟ اگه خودم کمکش کردم. نه 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 کمکش نکردم. در حقش خودم رفاقت کنم، کمکش نکردم. نمیدونم چرا این کارو کرد. میتونم وقتی اونا بگم با شما تماس بگیره. نه نمیخواد. ای بابا. واسم چیزی بهش بگم حالا به دومش. دومش؟ تو به خدا بفرماییم تو. آروم میاد. سهراب بگو بابات اومده بود باهات حرف بزنه ولی نبودی. اینایی که بهت میگم مو به مو بهش برسون. بهش بگو آقا سهراب بالاخره تونستی پدرت رو از دست خودت برنجونی. نه واسه اینکه کلید خونه و سویچ و ماشین رو واسه اش پس فرستادی، برای اینکه مثل غریبه ها با آبات رفتار کردی، برای بابات پیغون پس خون میفرستی. بعد 3 سال یادت افتاده روی مادرت در عذاب، میخوای رو پای خودت بایستی. باشه، انقدر محکم نبودی اینا رو بیای مرد و مردونه به بابات بگی. رفاقت رو واسش تعریف کن، بگو رفاقت فقط بین دوتا دوست نیست، پدر و پسر هم میتونن با هم رفیق باشن، میتونن با هم حرف بزنن. اگه مشکلی دارن، سوء تفاهمی پیش اومده، این دوتا مرد بیان جلو هم دیگه وایستن، با هم حرف بزنن، سنگاشون رو وا بکنن. نرو بهش بگو، بگو بابات گفت تو مرام ما نیست، دست رد بزنیم به سینه عزیزمون، پشت کنیم بهش.
پس مرام شما چیه؟ مرام شما چیه؟ اینکه بچه‌تون و عشقتون رو به مال و اعتبار پدرتون بفروشین؟ میدونم با کلی سوال اومدیم اینجا. نگران نباشیم. به جواب تک تکشون میرسیم. چون جواب تک تکشون رو قبلا خودتون دادیم. فقط کافیه مرورش کنیم. نمیدونم هیچ کدومتون به حق نمیدیم که بخوام دوباره این بازی رو بندازم و بابام در بیفتم، ولی این شما همون چیزایی که من تو دفتر خونده بودم و خونده بودیم الان طرف من بودیم. وقتی لابلای بریهای یه دفتری چهره واقعی پدرتون میبینیم، میبینیم که چه آدم بیدلی بوده. جمله هایی میخونی که حتی اگه یک کدومشون یه جور دیگه بود شاید الان مامانت زنده بود. اون وقت به من حق بود. جمال تیغی رو یادته؟ کلاس سوم دبستان بودیم، ماش تیغ تیغی بود.
میگفت باباش تو جبهه شهید شده. هر وقتی که این داستان رو واسه بچه ها تعریف میکرد به باباش افتخار میکرد. بعدم فهمیدم مادرش این داستان رو به خاطر اینکه دلگرمش کنه واسه تعریف کرده. اصلا شهادتی در کار نبود. مامانش بهش اینجوری میگه تا جمال نفهمه. باباش قبل اینکه ترکشون کنه چه ظلمایی در حقشون کرده. اینا رو بهش میگه که یه کاری کنه جمال همون جوری که مادرش رو دوست داره پدرش هم دوست داشته باشه. اولا فکر میکردم تقصیر ایرج خانه که پدرم قید مادرم رو زده. ایرج خان باعث شده که بابام عشقش و عشق آتیشیش رو فراموش کنه. اما وقتی خاطراتش رو خوندم فهمیدم بهش حق انتخاب داده بوده. یه طرف محلقا، یه طرف اعتبار، ملک و املاک، پول، ثروت. بابا نتونسته این چیزا بگذره. بین مادرم و پول، پول رو انتخاب کرد. ترسیده از ارث محروم بشه، ترسیده سهمش رو بدن به برادرش، ترسیده به گدایی بیفته، ترسیده بخور زمین، به صفر برسه ولی دیگه نتونه بلنشه. واسه همین مادرم هم مثل یه تیکه دستمال میندازه بهش. زنیم که به خاطر چوب حراج میزنه به آبروش، زنیم که به خاطرش حاضر میشه مخفیانه باش ازدواج کن. فکرشو بکن. فکر من با آرزو بگم دیگه نمیخوامت، بگم حرفم تا زمانی حرف بود که سر دوراهی قرار نگرفته بودم، بگم مال بابام وسوسم کرده. به نظر من چجور آدمی هم خودتو حاضری اصلا تو زندگیم باشی؟ حاضری رفیق هم باشی؟ حق داریم، همه تون حق داریم، همه تون حق داریم که بگیم نباید اینقدر بچستم به این گذشته لعنتی و شخمش بزنم. اما به جون هاشم رو هم خبر نداشت. مادرم با اصرار پدرم راضی به این مسئله میشه که واسه اینکه راضیش کنه روز و شب 10 بار میرفته سر راهش تا بتونه از شب و مصبتو بگیره. نمیدونستم بهش قول داده که خوشبختش کنه. اما رو هیچ کدوم از این کاراش نتونسته برسن. رضاش اون زن رو با بچه تو شکمش بل میکنه به امور خدا. حتی ازش بخواد که بچه تو شکمش رو سخت کنه، یعنی منو. نمیدونستم بابام نتونست پای انتخابش بمونه. نمیدونستم حواسش توفیق اجباری بودیم. دارم میسوزم باشه. پلو آتیش گرفته باشه.
قلبم واسه مادرم آتیش گرفت. دلم میسوزه ولی هیچ کاری از دستم بر نمیاد. میدونم به پدرم پشت کردم ولی بازم دلم خنک نمیشه. هیچ جوره آروم نمیشه. باشه جمال هیچ وقت نفهمه که باباش چی کار کرده. باشه هیچ وقت نفهمه.